همراهان همیشگی پادکست سلام. پادکست امروز هم با یه گزارش جدید راجع به پیشرفت علم در کشورمون در خدمت شماست. گزارش امروز ما راجع به یه تولید صنعتی مهم دیگه در کشورمونه. اونم طراحی و تولید ترانسفورماتورهای 500 مگاولت آمپر برای اولین بار در کشوری. بهتره بدونید که توی دنیا تعداد کشورهای بسیار محدودی چنین توانایی رو دارن. تا انتهای این برنامه با پادکست همراه باشید تا بیشتر با این محصول کشورمون آشنا بشیم. بزرگترین ترانسفورماتور سه‌فاز شبکه برق کشور در گروه صنعتی دانش بنیان ایران ترانسفو و با تکیه بر دانش و توان مهندسی بومی تولید شده و به زودی وارد مدار بهره برداری میرسه. فناوری ساخت این ابر ترانسفورماتور سه‌فاز تا پیش از این تنها در اختیار تعداد معدودی از سازندگان خارجی قرار داشته و این کار برای اولین بار در کشورمون به همت و تلاش دانشمندان و متخصصان داخلی یک شرکت دانش بنیان انجام شده. این ابر ترانسفورماتور غول‌پیکر حدود 14 متر طول، 9 متر عرض و 10 متر ارتفاع داره و وزنی بیشتر از 335 تن و جایگزین 3 ترانس تکفاز شده که با این اقدام حدود 60% در فضای مورد نیاز برای قرارگیری این ترانسفورماتورها صرفه‌جویی شده و از 70% تلفات بیباری شبکه جلوگیری میشه. علاوه بر ابر ترانسفورماتورهایی که هم اکنون در منطقه شمال غرب تهران در حال ورود به مدار توزیع برقند، تولید دو دستگاه دیگه از این نوع هم در دستور کارگروه صنعتی ایران ترانسفو قرار داره. این سه دستگاه در مجموع از خروج 15 میلیون دلار ارز از کشورمون جلوگیری میکنن. با اشاره به این که ساخت این ترانسفورماتورها با حضور وزیر نیرو و در زمان برگزاری 23 نمایشگاه بین المللی صنعت برق کشور در آبان ماه سال گذشته آغاز شد، با وجود پیچیدگی های قابل توجه در محاسبات و طراحی این ابر ترانسفورماتور ظرف مدت 6 ماه به مرحله تست و رونمایی رسید. این ترانسفورماتورها در حال حاضر بعد از طی مراحل انتقال از کارخانه ایران ترانسفو در زنجان به محل نصبشون در تهران که حدود 20 روز طول میکشه، همکنون مراحل پیش از راه اندازی رو طی میکنن و به زودی وارد مدار بهره برداری میشه. حالا که تا اینجا این گزارش با پادکست همراه بودید، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید و اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و با هم بیایم تا ادامه این ماجرا رو بشنویم. مهدی صادقی، مدیرعامل گروه صنعتی دانش بنیان ایران ترانسفو، با اعلام این خبر گفته که گروه دانش بنیان ایران ترانسفو در نیم قرن گذشته با تولید انواع ترانسفورماتورها ضمن قطع وابستگی کشورمون از تأمین این کالای منحصر به فرد و راهبردی از خارج کشور، زمینه‌ساز توسعه پایدار صنایع مختلف و رفع نیازهای اساسی کشور در خصوص انتقال انرژی الکتریکی بوده. این گروه صنعتی همساله با تکیه بر توان متخصصای داخلی ضمن توسعه دانش و تکنولوژی بومی در صنعت ساخت ترانسفورماتورها موفق به تولید محصولات دانش بنیان جدید منطبق با فناوری‌های روز جهان، کمک به بهینه‌سازی شبکه برق کشور و کاهش هزینه‌های تلفات برق شده و با وجود تحریم‌های بین‌المللی امکان تولید ترانسفورماتورهای مورد نیاز در راستای پیشرفت صنایع کشور رو فراهم کرده. ترانسفورماتور سه‌فاز دارای کاربردهای زیادیه. میشه اینطور گفت که شبکه برق بدون داشتن این ترانسفورماتورهای سه‌فاز عملاً کاربردی نداره، چون با توجه به گسترش شبکه‌های برق بیشتر شبکه‌های الکتریکی به صورت سه‌فاز طراحی میشن. دلیل ساده‌ای هم داره، چون نیروگاه‌ها که به عنوان منبع تولید انرژی الکتریکی هستن معمولاً در جایی خارج از شهر احداث میشن. به همین خاطر مسافتی که معمولاً جریان الکتریکی از منبع تولیدی اون یعنی نیروگاه تا بخش توزیع ناحیه مسکونی
طی میکنه زیاده و انتقال برق تولید شده با ولتاژ دلخواه بدون استفاده از دستگاهی که میزان جریان رو کاهش یا افزایش بده ممکن نیست. ترانسفورماتور سه‌فاز یکی از انواع ترانسفورماتورهایی هستش که با ایجاد کمترین تلفات میتونه انرژی الکتریکی رو بین دو نقطه انتقال بده. کلن انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به صورت سه‌فاز از نظر اقتصادی با صرفه تر و دارای راندمان بالاتریه. اینم بدونید که اکثر بارهای تجاری و صنعتی برای تبدیل ولتاژ سه‌فاز توزیع به یک سطح قابل استفاده به یک ترانسفورماتور سه‌فاز نیاز دارن، چون ترانسفورماتورهای سه‌فاز برای شبکه‌های برق سه‌فاز مورد استفاده قرار می‌گیرن. ممنون که تا اینجای کار با پادکست همراه بودید. توی کامنت ها حتما نظرتون رو راجع به این دستاورد جدید کشورمون برای ما بنویسید. امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال پادکست رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارشم یادتون نره.